جنس دوم جلد دوم فصل دهم موقعیت و ویژگی زن اکنون برای ما امکان دارد که دریابیم در ادعانامه هایی که از دوران یونانیان تا عصر ما بر ضد زن تنظیم شده از چه رو این همه نکته های مشترک وجود دارد وضع زن در خلال تغییرهای سطحی همان که بوده مانده است زن در حالیت بوتور است دارای روحیه متناقض است محتاط و حقیر است قوه درک حقیقت را ندارد و فاقد نیروی ادراک درستی است آری از اخلاق است به طرز تحقیرآمیزی فایده طلب است دروغگو صحنه ساز دارای چشم داشت است در تمام این گفته ها حقیقتی وجود دارد اما رفتاری را که دربارهشان افشاگری صورت میگیرد نه هورمون‌ها ها به زن القا کرده و نه ویژگی های آنها از پیش در شیارهای مغز او نشانده شدهاند. این رفتارها بر اثر وضع زن به طور توخالی نشان داده شده با چون این چشمندازی خواهیم کوشید نظری تلفیقی به این موضوع بیافکنی و این امر ناگزیرمان خواهد کرد بعضی گفته ها را تکرار کنیم. ولی ضمنا به ما اجازه خواهد داد که مادی ابدی را در مجموع شرایط اجتماعی اقتصادی و تاریخیش در نظر بگیریم گاهی دنیای زنانه را در برابر جهان مردانه قرار می دهند. اما یک بار دیگر باید خاطر نشان کرد که زنان هرگز جامعه ای خود مختار و بسته پدید نیاوردند. آنها جزی از اجتماعی شدند که نرها ادارهش می کنند. و زنها در آن مقام پایینتر را اشغال کردند. زنها فقط از این نظر که افرادی مشابه یکدیگرند بر اثر همبستگی مکانیک با هم متحد شدند. در میان این همبستگی ارگانیک که بر اساس آن تمام جامعه واحد بنا می وجود ندارد. آنها همواره چه در دوران نمایش های مذهبی و چه امروز در کلوب ها،, سالون ها و کارگاه های مؤسسه های خیریه کوشیدند که به منظور استقرار ضد دنیایی با یکدیگر هم پیمان شوند. ولی هنوز هم این ضد دنیا را از بطن جهان مردانه تحریزی می کنن. و تناقض وضع آنها نیز ناشی از همین است. زنها در آن واحد به این دنیای مردانه تعلق دارند و نیز به سپهری که این دنیا در آن مورد اعتراض قرار دارد. اما در این یک زندانی و در دیگری در محاصره قرار دارند. در هیچ جا نمی توانند با آرامش استقرار یابند. فرمانبری آنان پیوسته همراه با سرپیچی و استنکافشان همراه با پذیرش. از این نظر وضع آنها به وضع دختران جوان نزدیک می شود. ولی حفظ آن دشوارتر است. زیرا برای زن بزرگسال فقط این موضوع مطرح نیست که در خلال نمادها درباره زندگیش به رویا بپردازد بلکه باید آن را تجربه کند خود زن نیز قبول دارد که جهان در مجموع مردانه است آن را مردان ساختند اداره کردند امروزه نیز بر آن تسلط دارند اما زن خود را مسئول آن در نظر نمیگیرد. قرار است که زن کهتر و وابسته باشد. زن درس خشونت فرا نگرفته است. هرگز به مسابه نفس در برابر دیگر اعضای جامعه سر بر نیاورده است. زندانی تن و اقامتگاه خود است. در قبال خدایانی با سیمای انسانی که هدفها و ارزشها را تعیین می کنند خود را دارای حالت انفعالی در نظر می گیرد. از این نظر در شعاری که او را محکوم به آن می کند که کودکی ابدی بماند حقیقتی وجود دارد. در مورد کارگران بردگان سیاه بومیان تحت استعمار هم تا زمانی که کسی را از آنان بیمی نبوده گفته میشد که آنها کودکان بزرگ هستند این گفته به معنای آن است که آنها حقایق و قوانینی را که مردان دیگری پیشنهاد میکردند باید بدون بحث میپذیرفتند سهم زن اطاعت و احترام است زن حتی در عالم تفکر هم بر واقعیتی که احاطهاش کرده تسلطی ندارد در نظر او این واقعیت عبارت از حضور غیر شفاف است در حقیقت زن در زمینه فنونی که میتواند تواند اجازه تسلط بر مواد را به او بدهد آموزش ندیده است زن با مواد درگیر نیست بلکه با زندگی درگیری دارد و زندگی هم با ابزار رام و موتی او را تحت احاطه قرار داده است. فقط می توان قوانین پنهان آن را تحمل کرد. دنیا آنچنان که هایدگر تعریف می کند همچون مجموع ابزار کاری که بین اراده و هدفهای زن واسطه قرار گیرد بر او آشکار نمی شود. به عکس دنیا مقاومتی سرسختانه و رام نشدنی است. تحت سلطه مقدرات است و حوث های مرموزی از آن می گذارد. راز توتفرنگی خونی را که در بطن مادر به موجودی انسانی بدل می شود هیچ ریاضیاتی نمی تواند در معادلهی بگنجاند و هیچ ماشینی نمی شتاب آن را کم و زیاد کند. زن پایداری دوام را که ماهرترین وسایل قادر به تقسیم یا تکثیرش نیستند احساس می کند. آن را در تن خود که تحت فرمان آهنگ ما هست و سالها ابتدا آن را به مرحله پختگی می رسانند و سپس از بین می برند احساس می کند. آشپزخانه هر روز بردباری و منفعل بودن را به زن می آموزد. این نوعی کیمیاگری است. از آب و آتش باید فرمان برد. باید انتظار کشید تا شکر آب شود و خمیر پف کند و لباس خشک شود و میوه ها برسند. کارهای خانه به فعالیتی فنی نزدیک می شون. اما بیش از آن ابتدایی و یک نواخت هستند که زن را در مورد قوانین علت و معلولی قانع کنند. زمنان حتی در این حوزه نیز حوستهای خاص خود را دارند. پارچه قابل شستشو هستند و پارچه همچنین نیستند. لکه هایی وجود دارند که پاک می شوند و لکه هایی که سماجت می برزند. که به خودی خود می شکنند. گرد و غبارهایی که مثل گیاهان می رویند. ذهنیت زن ادامه دهنده ذهنیت تمدن کشاورزی است که فضیلت جادویی زمین را می ستاید. زن به جادو اعتقاد دارد. کامجویی انفعالیش میل را بر او آشکار می کند. اما نه چون اراده و تهاجم بلکه چون کششی شبیه به آنچه آونگ کاشف آبهای زیرزمینی را به نوسان در می آورد. تنها حضور تن زن در آلت مردی باد می افکند و آن را بر می افرازد. از چه رو آب زیر زمینی نتواند ترکیه درخت فندق را بلرزاند؟ زن خود را در میان آبها و مایعات محصور می آبد. به تلپاتی ستاره شناسی دریافت امواج ساطع از پیکرهای گوناگون به ربانی از به میزهای گردنده به پیشگوها به درمان کننده ها اعتقاد دارد. خرافه های ابتدایی را وارد مذهب می کند. شم ها، نصر ها و غیره در قدیس ها به ارواح کوهن طبیعت تجسم می بخشند. این یک از مسافران حمایت می کند. آن یک از زاعوها و قدیس سوم هم اشیاء گم شده را پیدا می کند. و البته هیچ چیز, هیچ چیز خارق العاده ای زن را به حیرت نمی افکند. رفتار او همان تلسم شکنی و دعاست برای کسب نتیجه خاص از بعضی آین های آزموده شده فرمان میبرد به آسانی می دریافت که زن از چه رو اهل عادت و تکرار است زمان برای او فاقد عامل تازگی است برای او جهش اخلاقی به شمار نمی رود. زن چون به تکرار اختصاص داده شده است در آینده فقط نسخه بدل گذشته را میبیند. اگر انسان کلمه رمز و فرمول را بداند استمرار و توانایی های باروری با هم متحد می شوند. اما باروری از آهنگ ماه و فصل ها پیروی می کند. دوره هر آبستنی، هر شکوفایی به نحوی یکسان و مشابه باروری و شکوفایی گذشته را تدایی می کند. در این حرکت دورانی تنها تحول زمان انحطاطی بدی است. زمان بر اساس و جامعه ها اثر میگذارد همانطور که چهره ها را خراب می کند. توانایی های بارور به تدریج با گریز سالها از بین می روند. به همین جهت زن به این نیرو که حرس ویران کردن دارد اعتماد نمی کند. زن نه تنها از آنچه اقدامی واقعی است و می تواند چهره دنیا را دیگرگون کند بی خبر است بلکه در پهنه این دنیا گویی در توده ستارگان عظیم و مبهم ابری شکل گم شده است به خوبی نمی تواند از منطق مردانه استفاده کند استاندال اظهار نظر می کرد که زن اگر نیاز وادارش کند به خوبی مرد می تواند این منطق را به کار برد اما منطق وسیله است که موقعیت به کار بردن آن چندان نصیب زن نمی شود. قیاس منطقی نه به کار ساختن مایونز می آید و نه به کار جلوگیری از گریه کودک. استدلال های مردانه با واقعیتی که زن تجربه از آن دارد تطبیق نمی کند. چون زن در قلم روی مردان هیچ کاری نمی کند. فکرش که در بستر هیچ ترهی جاری نیست از رویا متمایز نمی شود. زن چون فاقد کارایی است نیروی درک واقعیت را ندارد همواره فقط با تصویرها و کلمه ها درگیر است از این روز که بدون ناراحتی متناقضترین ادعاها را میپذیرد خیلی نگران روشن کردن رازهای هیتهی که به هر حال خارج از دسترسش قرار دارد نیست در این باره به شناختهایی که به شدیدترین نحو مبهم هستند اکتفا می کنند. جبهه ها، عقیده ها، مکان ها، افراد و وقایع را با هم در در سرش هر و مرج غریبی است. اما از هر چه بگذریم روشنبینی در این زمینه کار او نیست. به او آموزش داده شده که اقتدار مردانه را بپذیرد. بنابراین از انتقاد بررسی و داوری به سود خود سرباز میزند. خود را به رأی طبقه برتر واگذار می کند. از این روز که دنیای مردانه به نظرش واقعیتی متعالی و مطلق می رسد. فریز می گوید مردان خدایان را می سازند. زنان آنان را می پرستند. مردان در برابر بوتهایی که خودشان ساختند نمی توانند با اعتقاد کامل زانو بزنند. اما زنها وقتی سر راه خود این مجسمه های بزرگ را می بینند فکر نمی کنند که آنها را دستی ساخته باشد. و با اعتقاد قلبی به سجده در می آیند. به خصوص دوست دارند که نظم و حقوق در پیشوایی واحد تجسم می در تمام آنها یک خدای برخوردار از قدرت مطلق وجود دارد. جوهر مردانه دارای اعتبار باید در نمونه گرداید که پدر شوهر فاسقها فقط با استابهایی نامطمئن از آن هستند. این گفته که پرستش زن از این بوت بزرگ دارای ویژگی جنسی است اندکی تنظامیز می نماید. چیزی که واقعیت دارد این است که زنها در برابر این بوت رویای کودکانه کنارگیری و به زانو در آمدن را به طور کامل ارضا می کند. در فرانسه جنرال هایی همچون پتن و دوگل همیشه طرفداری زنها را داشتند. و نیز به خاطر می آوریم که در گذشته نزدیک زنهای روزنامه نگار با چه قلم حیجان آلودی از تیتو و اونیفرم زیبایش یاد می ژنرال جنرال دیکتاتور دارای چشم عقاب و چانه حاکی از اسب همان پدر آسمانی است که دنیای فرد جدی تضمین کننده مطلق تمام ارزشها می‌طلبد. احترامی که زنها برای قهرمانها و قانونهای مردانه قائلند از عدم کارایی و نیز از جهل آنها مایه می گیرد. زنها آنها را نه از طریق داوری بلکه از سر ایمان به رسمیت می شناسند. ایمان نیروی آمیخته به تعصب خود را از این نظر که عبارت از دانش نیست کسب می کند. ایمان کور، پرشور، لجوج و ابلهانه است. هر را که طرح می کند بدون قید و شرط در برابر عقل، در برابر تاریخ، در برابر تمام تکذیب مطرح می کند. این احترام سرسختانه بنابر موقعیت ها امکان دارد دو چهره به خود بگیرد. گرایش پرشور گاهی به محتوای قانون و گاهی به قالب خالی آن. زن اگر جزء برگزیدگان صاحب امتیاز برخوردار از نظم اجتماعی باشد میخواهد که در این نظم تزلزلی راه نیابد و خود را با مصالحه ناپذیریش مشخص می کند. مرد میداند که میتواند نهادهای دیگری، اخلاق دیگری، قانونهای دیگری به وجود آورد. چون خود را به مسابه تعالی در نظر می گیرد. تاریخ را چون تکفینی در نظر می آورد. محافظ کارترین مردان نیز می‌دانند که تحول خاص امری مقدر است و باید فکر و عمل خود را با آن تطبیق دهند زن چون در تاریخ شرکت نمی جوید به ضرورتهای آن پی نمی‌برد نسبت به آینده بی‌اعتماد است و خواهان این است که حرکت زمان را متوقف کند اگر بودهایی که پدر برادران و شوهرش عرضه می کنند فرو آورده شوند زن هیچ احساس قبلی درباره اینکه چگونه آسمان را می توان دوباره پر کرد ندارد به شدت از همان بوتها دفاع می کند در خلال جنگ های انفصال هیچ کس به قدر زنها از بردهداری دفاع نمی کرد. در انگلستان در خلال جنگ بوئرها و در فرانسه در برابر کمون زنها خشمگین ترین چهره ها را عرضه می داشتند. زنها در صدد آنند که با شدت احساساتی که ابراز می دارند عدم تحرکشان را جبران کنند. در صورت پیروزی مثل کفتار به شکست خورده حجوم می برند. در صورت شکست به شدت از هر گونه آشتی سر باز می زنند. چون افکارشان فقط عبارت از رفتار است. برای آنها اهمیت ندارد که از کهنه ترین و بیعتبار ترین آرمان ها دفاع کنند. زنها می توانند در سال 1914 از سلطنت شاخه ارشد خاندان بربون طرفداری کنند. در سال 1949 تزاریست باشند. مرد گاهی لبخند زنان آنان را تشویق می کند. از اینکه میبیند عقیده هایی که خودش با احتیاط بیشتری بیان میکند به شکل تعصب آلودی آشکار میشود لذت میبرد اما گاهی از حالت ابلهانه و سرسختانه که اکنون افکار خودش پیدا کردهاند به سطوح میآید فقط در تمدن و طبقه های به شدت همگون است که زن چون این سیمای آشتی ناپذیری به خود می گیرد. معمولا چون ایمانی کور دارد به قانون فقط برای اینکه قانون است احترام میگذارد قانون اگر هم عوض شود اعتبارش را برای زن حفظ خواهد کرد در نظر زنها حق را زور میآفریند زیرا حقوقی که زنها میشناسند ناشی از زور مرد هاست. از این روز که وقتی هیئت اجتماعی از هم می پاشد زنها نخستین کسانی هستند که خود را به پای فاتحان می افکنند. به طور کلی زنها چیزی را که هست میپذیرند. یکی از ویژگی هایی که زنها را مشخص میکند تسلیم و رضای آنهاست. هنگام بیرون کشیدن پیکرها از زیر خاکستر مشاهده شد که مردها در حالت تقیان ستیز جو با آسمان یا در صدد گریز سنگ شده بودند. حالان که زنها خمیده دوتا شده رو به زمین کرده بودند. زنها در قبال کائنات خود را ناتوان مییابند ناتوان در برابر آتش فشانها در برابر ماموران پلیس در برابر اربابها و در برابر مردها خودشان میگویند زنها برای رنج کشیدن خلق شدهاند زندگی دیگر در مقابلش شیش کاری نمی شود کرد این تسلیم و رضا صبر و بردباری ایجاد می کند که غالبا در زنها مورد تحسین قرار می زنها خیلی بهتر از مردها دردهای جسمانی را تحمل می کنند. وقتی هم موقعیت ایجاب کند، قادرند شهامت تحمل رنج را داشته باشند. بسیاری از زنها به سبب فقدان تحور تهاجمی مردانه پایداری انفعالی خود را با ثبات آرامی مشخص می کند. پرشورتر از شوهرانشان با بحرانها بینوایی و بدبختی مقابله می کند. برای دوامی که هیچ شتابی نمیتواند مغلوبش کند احترام قائلند وقت را نمی سنجند. وقتی سماجت آرام خود را در مورد اقدامی به کار میبرند گاهی به موفقیت های درخشانی دست می آبند. میگوید مسئلی می گوید، هر طور که زن بخواهد. در زن سخاوتمند تسلیم و رضا سیمای عفو به خود می گیرد. چون این زنی همه چیز را میپذیرد هیچ کس را محکوم نمی کند زیرا به نظر او افراد و اشیا نمی توانند متفاوت از آنچه هستند باشند. زنی که غرور داشته باشد می تواند از آن فضیلتی بسازد. نظیر مادام دوشاریر که در مسلک رواقی خود شکل گرفته بود. اما احتیاطی سطروند نیز به وجود می آورد. زنها همیشه می حفظ کنند، اصلاح کنند، سامان دهند، نه اون که خراب کنند و از سر بسازند. زنها سازش ها و مصالحه ها را بر انقلاب ها ترجیح می دهند. در قرن نوزدهم آنها یکی از بزرگترین موانع را بر سر راه رهایی کارگر ایجاد کرده بودند. در قبال زنی چون فلورا، زنی چون لویز میشل چه بسیار زنهای خانداری که از ترس ها شده بودند و به شوهران خود التماس میکردند که به هیچ گونه خطری تندر ندهند. آنها فقط از اعتصاب بیکاری و فقر نمی ترسیدند. از آن بیم داشتند که تقیان کاری خطا باشد. می دریافت که اگر قرار باشد تحمل کنند آنها تکرار و عادت را بر ماجرا ترجیح دهند. زنها در خانه آسانتر از شاه را کوچکی عادت کوشکی برای خود ایجاد می کنند. سرنوشت آنها با سرنوشت اشیاء فناپذیر در می آمیزد. آنان با از دست دادن این اشیا همه چیز را از دست می دهند. فقط یک عامل آزاد که خود را در ورای دوام آشکار کند می تواند هر گونه ویرانی را شکست دهد. این دستاویز والا بر زن من شده است. اصولا زن چون هرگز طعم قدرت های آزادی را نچشیده به رهایی اعتقاد ندارد. به نظر او تقدیری مبهم که قد برافراشتن در برابر آن کاری ناشی از خود بینیست دنیا را اداره می کند. راه های خطرناکی را که می زن را وادار به پیمودن آنها کنند خود او نگشوده است. طبیعی است که زن خود را با شوق و شور در آنها نیفکند. زن اگر راه آینده به رویش گشوده شود دیگر به گذشته چنگ نمی وقتی زنان واقعا به اقدام فراخوانده شوند وقتی خود را در هدفهایی که برایشان تعیین می کنند بشناسند به اندازه مردها جسور و با جرعت هستند بسیاری سیاری مانند ابتزال، خوردی، کمرویی، حقارت، تنبلی، جلفی و بردگی که در زنها مورد نکوهش قرار میگیرند، به سادگی این واقعیت را بیان می دارند که افق بر آنها بسته شده است. میگویند که زن خواهان لذت جسمانی است در خالیت قوتور است اما قبل از هر چیز زن را در آن در بند داشتهاند. برده که در حرم سرا زندانی است نسبت به مربای گل سرخ و حمام های معطر هیچ گونه شور بیمار ای احساس نمی کند. او باید وقت را بکشد. زن به اندازه‌ای که در اندرونی‌های محسون روسپی خانه یا کانون خانوادگی بورژوایی احساس خفگی کند در رفاه پناه خواهد جست از سوی غالبا زن از آن رو با هرس به دنبال شهوت می گردد که از آن محروم است زن که از نظر جنسی ارضا نشده وقف تندی و تلخی مرد شده است محکوم به زشتی های مردانه است با های کرمدار، شرابهای مستیاور، مخملها، نوازشهای آب، آفتاب، دوست زن، فاسق جوان خود را تسکین می دهد. اگر به صورت موجودی آنچنان جسمانی بر مرد آشکار می شود، به این دلیل است که وضعش او را بر می انگیزد که برای جنبه حیوانی اهمیت فراوانی قائل شود. تن در زن شدیدتر از مرد فریاد سر نمی دهد. اما زن در کمین کمترین زمزمه های آن است و به آنها گسترش می بخشند. شهوت چون جراحت رنج عبارت از پیروزی سائق آسای امر فوری است. تندی و خشونت لحظه آینده و جهان را انکار می کند. خارج از شعله جسمانی هرچه هست هیچ است. در خلال این دوران کوتاه تمجید زن دیگر نه نقص عضو است و نه محروم. اما باز هم فقط از آن رو برای این پیروزی های حالیت این همه ارزش قائل می شود که حالیت یگانه نصیب و قسمت اوست. سبک همان عاملی را دارد که مادیگرای مادی آورش دارد. چون به چیزهای بزرگ دسترسی ندارد. برای چیزهای کوچک اهمیت قائل است. زمنان بیهودگی هایی که روزهایش را سرشار می کند غالبا از جمله جدیترین آنها هستند. زن مدیون آرایش خود، زیبایی خود، جاذبه خود و بخت های مساعد خودش است. غالبا خود را تنبل و سوس می نمایاند. اما مشغله هایی را هم که خود را به او عرضه می کنند به اندازه گذشت محض زمان بیهودند. زن برای آن حراف است و زیاد و بد می نویسد که می خواهد بیکاری خودش را بفریبد. کلمه ها را جایگزین کارهای غیر ممکن می کند. واقعیت این است که وقتی زنی در اقدامی شایسته موجود بشریه به کار گرفته شده می نماید می تواند به قدر هر مردی خود را فعال مؤثر بی سر و صدا و نیز همانقدر پرهیزگار نشان دهد. زن را متهم می کنند که حاضر به بردگی است میگویند که جلوی پای اربابش میخوابد و دستهایی را که او را کتک زدهاند میبوسد و واقعیت این است که زن معمولا فاقد غروری واقعی است توصیه های قاصد دلها به همسران خیانت دیده و مشوقه های رها شده از روحیه فرمانبری و اطاعت پستی الهام گرفتهاند زن در صحنه های غرورآمیزی خود را خسته می کند و تحلیل میبرد و در پایان خورد غذایی را که مرد به سویش پرتاب می کند بر می دارد. زنی که مرد برایش بیگانه و در عین حال یگانه دلیل هستی باشد بدون کمک مردانه چه می تواند بکند؟ چون این زنی کاملا ناگزیر است که تمام تحقیرها را تحمل کند. برده نمی تواند احساسی از شعن انسانی داشته باشد. همین هم که خود را از مخمسه به در ببرد برایش کافی است. بالاخره اگر زن زندگی پستی دارد و به دیگ و سپایه و اینکه به نحوی ناچیز مفید باشد اکتفا می کند به این دلیل است که به او تحمیل می شود که زندگی خود را وقف تهیه غذا و پاک کردن کسافت ها کند. زن از این کار نمی تواند احساس عظمت و بزرگی کسب کند. زن باید تکرار یک نواخت زندگی را در احتمال و تصنع خود تضمین کند. طبیعی است که زن تکرار کند از نو آغاز کند و به نظرش برسد که زمان بی آنکه به جایی راه ببرد دور میزند زن مشغول است بی آنکه هرگز چیزی بسازد بنابراین در هر چه دارد دچار از خود بیگانگی می شود و این وابستگی نسبت به اشیا نتیجه وابستگی است که مردان او را در آن نگه داشتند. توجیه کننده صرف محتاطانه او و خصت اوست. زندگی زن به سوی هدفهایی هدایت نشده است. زن مجذوب تولید و حفظ چیزهایی می شود که فقط وسیله به شمار می روند. مثلا غذا، لباس، مسکن. اینها واسطه های غیر اساسی بین زندگی حیوانی و وجود آزاد به شمار می روند. یگان ارزشی که به وسیله غیر اساسی پیوند می‌خورد مفید بودن است. زن خانه‌دار در سطح چیز مفید زندگی می‌کند. و خودش هم فقط از این لحاظ به خود میبالد که برای نزدیکانش مفید است اما هیچ فرد دارای وجودی از اینکه وظیفه غیر اساسی دارد نمیتواند کسب رضایت کند فرد همونطور که از جمله در میان سیاست پیشگان دیده می شود بلا فاصله از وسایل هدف می سازد و به نظر او ارزش وسیله ارزش مطلق می شود. به این ترتیب مفید بودن برتر از حقیقت زیبایی و آزادی بر آسمان زن خاندار حکم میراند و, این و از این چشمانداز که تعلق به او دارد تمام دنیا را در نظر می گیرد و از این روز که زن اخلاق عرستویی کاملا بینابین و میان رو را میپذیرد چگونه میتوان در زن تحور حرارت وابستگی و بزرگی یافت این خصلت ها فقط زمانی آشکار می شوند که آزادی خود را از خلال آینده ای باز به درون بیافکند و از ورای هر اصل مسلمی سر برآورد. زن را در آشپزخانه یا اتاق پذیرایی زندانی می کنند و آن وقت بابت محدود بودن افق دیدش به حیرت در می آیند. بالهایش را قطع می کنند و آن وقت به رقت می آیند که چرا نمیتواند پرواز کند. زن وقتی درهای آینده به رویش گشوده شود دیگر ناگزیر نخواهد بود که در زمان حال ثابت بماند همین بیمنطقی زمانی آشکار می شود که زن را در محدوده من خودش یا خانوادهش زندانی کرده باشند و آن وقت نارسیسیسم او، خودپرستی او و سایر ملازمانش یعنی خودنمایی، حساسیت، جنسی و غیره را سرزنش کنند. تمام امکانهای ایجاد ارتباط با دیگری از زن رو بوده می شود. زن در تجربه خود ندا و منافع همبستگی را احساس نمی کند زیرا به طور کامل به خانواده پراکنده خود اختصاص یافته است بنابراین از او نمی توان انتظار داشت که به سوی نفع همگانی تعالی پذیرد زن در یگان قلم رویی که برایش آشناست در جایی که بتواند بر اشیا تسلطی داشته باشد و در آن سلطه موقتی بیاید بیابد سرسختانه استقرار میپذیرد با این همه زن هرچه درها را ببندد پنجره ها را کور کند در خانه خود به آرامش مطلق دست نمییابد این دنیای مردانه که زن از دور و بی آنکه جرأت کند به آن قدم بگذارد محترمش میشمارد او را احاطه می کند. و دقیقا به علت اینکه نمیتواند در خلال فنون منطقی مطمئن و شناختهای بیان نشده اش را درک کند خود را کودکی و انسانی ابتدایی که راستهای خطرناکی احاطش کرده باشند مییابد مفهوم جادویی واقعیت خود را در این دنیای مردانه تحریزی می کند. جریان امور به نظرش مقدر میرسد و با این همه ممکن است اتفاقی بیفتد. زن امر ممکن و غیر ممکن را درست از هم تشخیص نمی دهد. حاضر است حرف هر کسی را قبول کند. هر شایعی را می و پخش می کند. ایجاد حراس می کند. حتی در مراحل آرامش بابت نگرانی که در سر دارد در آرامش به سر نمی برد. شب هنگام در عالم خواب و بیداری هنگامی که بی حرکت افتاده است از چهره های کابوسی که واقعیت آن را در بر می دچار دو دوچار حراس می شود. به این ترتیب برای زنی که محکوم به آن است که در انفعال زندگی کند عدم شناخت آینده را اشباه جنگ، انقلاب، قهدی، بینوایی و فقر تسخیر کردند. زن چون نمی تواند دست به عمل بزند نگران می شود. شوهر پسر وقتی به اقدامی روی می آورند، وقتی حادثه ای آنها را به دنبال خود می برد، خطرهای آن را به حساب خود می پذیرند. ترهایشان دستورهایی که آنها نسب این خود قرار می دهند، در ظلمت راهی مطمئن در برابرشان می گوشاید. اما زن در شبی مبهم دست و پا می زند. خود را ناراحت می کند. برای اینکه هیچ کاری نمی کند. در عالم تخیل تمام امور ممکن یک واقعیت دارند. قطار ممکن است از خط خارج شود. عمل جراحی ممکن است به موفقیت نینجامد. کار ممکن است به نتیجه نرسد. چیزی که زن بیهوده میکوشد از نشخارهای اندوه طولانیش ترس کند شبه ناتوانی خودش است. فکر و خیال بیان کننده بیعتمادی زن نسبت به دنیای داده شده است. اگر این دنیا به نظر زن آکنده از تهدید و آماده قوتور شدن در ظلمات فجایع میرسد به این علت است که زن خود را در آن خوشبخت احساس نمی اغلب اوقات به رضا دادن رضا نمی دهد. کاملا می داند به چیزهایی که تحمل می کند بر خلاف میل تن خود تن در داده است. بیان که طرف مشورت قرار گرفته باشد زن شده است. جرأت نمی کند سر به تقیان بردارد. فرمانبریش از ته دل نیست. رفتارش مدام برگرداندن دشنام و بدگویی است. تمام کسانی که راز دلهای زنان را می شنوند مثل پزشکان، کشیشان و مددکاران اجتماعی خوب می دانند که معمولی ترین مد همان شکوه و شکایت است. در جمع دوستان هر زنی از ناراحتی های خود می و همه با هم از بیعدالتی تقدیر دنیا و مردان به طور کلی شکف سر می دهند. فرد آزاد مسئولیت شکست ها و ناکامی هایش را فقط متوجه خود می کند. آنها را شخصا به عهده می گیرند. اما هرچه به سر زن می آید از جانب دیگری است. دیگری است که مسئول بدبختی های او به شمار می روند. نومیدی آمیخته به خشم زن تمام درمان ها را رد می کند. ارائه راه حل به زنی که با سرسختی و سماجت شکفه می کند به هیچ چیز فیصله نمی هیچ راه حلی به نظرش قابل قبول نمیرسد. میخواهد در شرایط خود دقیقا به همان صورت که زندگی می کند یعنی با خشمی آمیخته به ناتوانی به سر برد. وقتی تغییری به او پیشنهاد شود دستها را به هوا بلند می کند. فقط همین را کم داشتم. میداند که ناراحتیش عمیقتر از دلایلی است که عرضه می دارد و برای رهانیدن او تنها یک وسیله کفایت نمی کند. از تمام دنیا کینه به دل می گیرد. زیرا دنیا بدون او و بر ضد او بنا شده است. از دوران نوجوانی از کودکی نسبت به وضعیت خود اعتراض می کند. جبران هایی به او نوید داده شده است برایش تضمین شده که اگر بخت هایش را به دست مرد به سپارد صد برابر به او باز داده خواهد شد و اکنون اعتقاد می که فریب خورده است تمام دنیای مردانه را مورد اتهام قرار می کینه و اناد روی دیگر سکه وابستگی است وقتی انسان همه چیز را می هرگز در عوض به اندازه کافی نمیگیرد اما زن این نیاز را حس می کند که دنیای مردانه را محترم به شمارد. اگر این دنیا را در بس مورد اعتراض قرار دهد، احساس خواهد کرد که در خطر است. سرپناهی ندارد. رفتار مانیگری را که در آن نیز تجربه خانداریش به او القا کرده، برمیگزیند. فردی که دست به اقدام و عمل میزند در خوب و بد خود را مسئول میشناسد. و میداند وظیفه دارد که هدفها را تعیین کند و وسیله رسیدن به آنها را فراهم آورد چون این فردی در عمل و اقدام ایهام هر راه حلی را احساس می کند عدالت و بیعدالتی بردها و باختها به نحوی در هم با هم درآمیختهاند اما هر کسی که دارای حالت انفعالی باشد در بیرون بازی جای می گیرد. و از اینکه حتی در فکرش هم مسائل اخلاقی را طرح کند استنکاف میورزد خوبی باید تحقق پیدا کند و اگر نکرد خطایی وجود دارد و باید مقصران را کیفر داد زن مانند کودک بدی و خوبی را چون تصویرهای ساده در نظر مجسم می کند. مانویگری با از بین بردن استراب انتخاب به ذهن اطمینان می بخشد. اتخاذ تصمیم بین دو چیز کوچک و کوچکتر بین سود حاضر و سود بزرگتر ولی موکول به آینده حتی ناگزیر بودن به تعریف آنچه شکست و پیروزی است در حکم تن در دادن به خطرهای سخت است برای پیرو آینمانی دانه خوب به روشنی و وضوح قابل تمایز از تلخه و بذر بد است و کاری جز ریشهکن کردن تلخه نمیماند گرد و قبار خود را محکوم می کند. و تمیزی عبارت از فقدان مطلق کسافت است. پاک کردن یعنی ترد فضولات و گلولای. به این ترتیب زن فکر می کند که همه چیز تقصیر یهودی ها یا فراماسون ها یا بلشویک ها یا دولت هست. زن همیشه مخالف کسی یا چیزی است. در میان مخالفان دریفوس سرسخترین آنها زنها بودند نه مردها. اما انتظاری که آنها از حکومت خوب دارند این است که حکومت بدی را براند همانطور که از خانه گرد و خاک را میرانند در نظر زنهای پرشور دو گل چون سلطان جاروکش ها جلبه می کنند. آنها او را چوب پر و قاب دستمال به دست در حالی که میمالد و برق می اندازد تا فرانسه را تمیز کند در نظر مجسم می کند.